قصه از آدم و حوا شروع شده. او از گفت شیطان کرد نه خداوند. سرکشی از و بایی شد که کل رابطه آدم و خداوند از بین برند. و اولین نفرایی بودند که قد خودان خود مرگ را آوردند. اونا کوشش کردند که شرمگاه خودان خود را قد برگای درخت پوش کنند. ولی خداوند از بودگاری از و خوش نماد. خداوند در جای شیوار قد پوست ایوان پوشند. خداوند اولین ایوان را قربانی کرد تا شرمی از واره پود کنه. آدم قد هوا دو بچه داشت، هابل و قابل. قابل از زمین های خاصی را که گرفته بود به خداوند داد و هابل حیوانی را به خداوند داد. خداوند قربانی هابل را قبول کرد نه از قابل را، به خاطری که بای گناه مرگ است. پس قیمت چقدر خود دیده شونه. حسودی قابل باعث شد که برار خربوک شد و بشر را به طرف ترکی بوره. صدها سال بعد چی بدین انسان ها اقدر زیاد شد که خداوند گفت که هیچ کس لایق زنده ماندن را نداره، هیچ کس بجز نو و خانواده شی. خداوند دنو گفت که یک کشتی که تجور کنه و گپای او را قد مردم بگه که داوری از او درایه و فقط یک راهی فرار کدو وجود داره. با گپای نوح را برش خند گرفتند تا ایکی بارو از آسمو به باریدو شروع کرد و آو از زیر زمین بالا آمد در حالی که مردم تیار نبودند. سیل آمد کل انسان ها و ایوانات را کشت و این خم بود که انسان ها به خاطر گناهی که کده بود منامت شد. فقط نوح و خانوادشی و ایوانات خداوند کشتی آورده بود زنده مند. بعد از او ابراهیم آمد، یعنی آتی ایمان. خداوند خود از او گفت که بچه خود سر کو ببر و بلده از ما قربانی کو. ابراهیم از این کار خوشی نماد ولی سرپیچی هم نکرد. او ایمان خود را در عمل ثابت کرد. بچه خود در سر کوی موریا بود. در وقتی که ابراهیم دلش بود که بچه خود قربانی کنه، خداوند نیشت و در جایش خداوند یک ایوان را داد که ابراهیم او را قربانی کنه. او ایوان را تیار کرد، جایش را بدل کرد و بچهش را خرید تا خود در بدن خود، زندگی در بدن زندگی. 400 سال بعد چی؟ خداوند موسی را رهی کرد تا مردم اسرائیل را در بیرون مصر راهنمایی کنه. فرعون پادشاه مصر قد از این کار مخالف بود. بعد از این خداوند قد ده بلای آسمانی او را زدک. آخرین بلایی را که رهی کرد فرشته مرگ بود که بچه که ته هر خانه را بکشه. بجز او کسایی را که خانه خلقت خوی قربانی رنگ کده باشه. اگر فرشته خور اوش کنه مفهومه که بچه ازی خانه خریده شده. کسایی بچه کنج نجات پیدا مونه که دستور خدا را قبول کنه، چه مصری باشه، چه یهودی، چه غلام و چه آزاد. اگر نکنه ممره. در امزو شو بود پیشگویی موسی به حقیقت تبدیل شد و گریه و ناله در خانه‌ای بود که گپ خداوند را گوش نکده بودند. پس آنتر موسی تورات را بود که در او شریعت و قانون بخشش گناه تعیین شده بود. گناهکار باید قربانی را پیش کاهن ببره، دست را بله سر ایوان بله تا گناهشی بله ایوان بره. ایوان قربانیش نه، خون ریختش نه تا گناه هزو کس پودش نه. حضرت داوود و دیگه پیغمبرا از تورات اطاعت مکرد و قد از خودان خود فکر مکرد که واقعا خون ایوان گناه بشر پود کرده میتنه یا یک علامتی هسته که به آینده اشاره مونه. داوود پیشگویی مونه که پادشاه و نجات دهنده میه از نسل داوود نبی میه که با قدرت حکومت مونه. او نفر خوش قلب و دلسوز خواد بود. او نجات دهنده بیگناه کامل پاک و معصوم خواد بود. او درد و رنج میکشه و لایق قربانی است. او بهترین قربانی خواد بود.
مسیح در آب خور پیدا شد به خاطر که هیچ کس به او اتاق نداشت. مسیح از یک دختر باکره به دنیا آمد. او از نسل داوود پادشاه اما فقیر به دنیا آمد. چپنوی فقیر، آدمای فامیده و پولدارای مشق زمی به دیدن از او آمد و شهادت دادند که امون نجات دهنده که خداوند وعده کرده بود. مسیح صلح، محبت، صداقت و فروتنی را تبلیغ میکرد. او یک نجار فروتن اما یک فیلسوف عالی بود. او آدمای منافق مذهبی را عصبانی کرده بود. اونا به اعمال مذهبی توجه میکرد نه محبت خدا. او را آدمای بد، فقیر و فروتنان همه دوست داشتند. او کر، کور، فلج و جنزده ها را شفا میداد. حتی مرده ها را زنده میکرد. او خانه نداشت اما یک معلم خوب بود. او عاشقای خدا را به زندگی کامل دعوت میکرد. مسیح حتی خداوند را آتای میگفت و به انسان ها میگفت که خداوند شما را مثل آتای دوست داره. خداوند میخواست رابطه او با انسان ها مثل آتای و بچه باشه، اما یک مشکل وجود داشت که انسان گناهکار بود و خداوند قدوس. گناه قد آدم اماد و باعث شد که انسان از خداوند دور شنه. نجات دهنده مفهمید که بلده رفتون انسان به طرف خداوند چیز کار کنه. حضرت یحیی درباره عیسی پیشگویی مونه که سیل گید او باری خدای گناه های بشر را میگره. مسیح او نجات دهنده و قربانی اصلی است که بلده بشر انتخاب شده. مسیح هیچ قید گناه نکرد. او پاک، بی عیب، کامل و لایق ای بود که کفاره گناه را بده. بی گناهی قیمت گناه گناهکاران را بده. پاک در برابر ناپاک بدل شنه. او از زیر آتش کرد تا قیمت گناه بشر را پرداخت کنه و بشر را از غلامی گناه آزاد کنه و پس بده چیزی را که آدم گم کرده بود، یعنی رابطه کامل با خدا را. مسیح بلی صلیب مرد تا گب آتیخ را انجام بده. خداوند مسیح را قربانی کرد اما دکی انبیا گفته بود. مسیح از خداوند اطاعت مانه، یعنی امو باری خداوند که کفاره گناه بشر را پرداخت مانه، گناه از مو شماره. اما او در اونجی نمند و بعد 3 روز خداوند او را زنده کرد. اما تا که وعده کرده بود به کسایی که به او ایمان داره که ثابت چنک اونا هم زنده میشه و زندگی جاویدانه پیدا مونه. مسیح در شاگردهای خود گفت که ما پس میایم، اما او قید مثل قاضی و پادشاه عادل. مسیح توفی خداوند بنده بشره تا در گناه نمره و از خداوند دور نشنه. با قبول کدون قربانی مسیح انسان میتونه رابطه کامل خلقت خداوند پیدا کنه. ای توفه وقتی از شما میشه که قبول کنید.